دوستا عزیزم سلام عرض میکنم. شفیع عیار هستم. توجه شما را به برنامه زنده امروزم در تلویزیون ابریشم یا سلک رود تیوی جلب میکنم. نمره تلفن ما روی صفحه میباشه. دوستایی که نظر دارن، انتقاد دارن، پیشنهاد دارن، هر چیزی که دارن میتونن. بله بفرمایید. بله؟ اینا میتونن که تلفن بکنن. برنامه های لایف ما در واقع برنامه های شماست. شما در برنامه های لایف ما میتونین به یکی دیگه نظراتتان بگوین، پیشنهاداتتان و بر ما انتقاداتتان و چیزهایی که اگر فکر میکنین ما متوجه نشدیم. بسیاری وقتا در برنامه های خود که مگب میزنم شاید شما فکر کنین که مثلا یک چیز ما متوجه نشدیم. ما بسیاری چیزها را در نظر میداشته باشم. منتها به او اندازه که او را تشریح کنم وقت نمیداشته باشم. بنابراین شما شاید بعض جایهای کمبود ببینین که اینی شاید اشتباه است. مگر ما وقتی که برنامه میسازم متوجه می باشم و از امی خاطر است که اکتیاد دوستای ما که می آین در فیسبوک یا یوتیوب انتقاد می کنن و ما او را یک کم دیگه تشریح می کنم اما مشکل حل می شه. خوی اکتیاد باز شدیدن قار می باشن، اونا انتقاد یا پیشنهاد نمی داشته باشن. او دوستای ما زیادتر یک خشونت می داشته باشن. بفرمایید دوست عزیزم. شفیع عیار هستم، روی خط هستین. بله، سلام علیکم. سلام عرض میکنم دوست عزیزم. بفرمایید خدا معرفی کنین. تشکر. تشکر. شما چطور هستین؟ من نعیم کبیر هستم. خب آقای نعیم کبیر چه حال دارین؟ صحت شما خوبه؟ خیلیت سلامت. من دو پیام داشتم و یک پیشنهاد یک نظریه. بسیار خوب آقای کبیر، بفرمایید. پیام اول با باقای قاسم انام. بله. متاسفانه با وقت پیدا نکردم که امرای خودشان صحبت کنم. بله. انا که برشان میگفتم که برادر ترازیتان یک ذره پانگ داره. بله. پانگ را میفهم شما بس. کاملا میفهم. یعنی یک بغله. بله. اگه این پانگش درست نکنه شاید از اون رفت یا اعتمادی که داره مردم بالاش باستم شد. بله. خواه یکی دیگه پیام من خود شما است که از این که تلویزیون شما را مقایسه میکنن با تلویزیون های دیگه شما هیچ باکی نداشته باشین. و ندارم. تشکر. چون از شاعرهای بسیار گران قیمت ما گفته که در کارگاه دیده ابنای روزگار بله تنگ سیاه و لعل بدخشان برابر است. در این چمن که کور و چشم باغبان خار و خس و بنفشه و ریحان برابر است. کاملا. و می اتفاق میکنم به کاسه چینی که سلام میکنند خود صفت خیلی سلام میکنند. بسیار تشکر دوست عزیزم. آقای کبیر بسیار خوشحال شدم. تشکر از شعر زیبا. نظر خود ما نظر آخرم. بله. آ مربوط با آمدن گلبودین هسته. بله. یک چهره شناخته شده یک تروریست بین مدی و ناقض تمام ارزشهای انسانی است. بله. البته اقدام اشرف غنی برای پیوستن به گلبودین یک اقدام ابلهانه فاشیستی قبیلوی است. بله. این اقدام یک حرکت کاملا سیاسی در راستای حفظ مناسبات قبیلوی برای تحکیم یک دیکتاتوری قبیلوی مذهبی فاشیستی است. بله. اشرف غنی در دو سال اخیر وظیفه خود را خوب انجام داد و توانست تمام ارزش‌های قانون اساسی را زیر پا گذارد و سل و آرامش را با کنار آمدن به طالبان و پیوستن به قصاب کابل در سر تا سر کشور و تمسخر بگیرد. بله. و از همه هموطنان شرافتمند عاجزانه تقاضا میکنم تا فتیاد ملزوم خود را فراموش نکرده قاطعانه و به صراحت صدای اعتراض خود را در مقابل این حرکت غیر ملی اشرف غنی بلند نمایند. بله. حکمتیار یک جنایتکار، یک ناقض حقوق بشر، یک موجود متکبر
متعصب و عالی از هر گونه فضایل انسانی است. آمدن گلبودین، آوردن مصیبت ها، بلاها، بدبختی ها، دیگر بالای آن که اشرف غنی در مدت این دو سال بالای ملت ما تحمیل کرده است نباشد. بله. And I call the United States, I call the United Nations, and I call President Obama. Please do not take the name of this criminal from the blacklist. He is a criminal and he violated all the human rights, women rights, and he deserves to be in the blacklist. Please do not let him to go to Kabul. He is a butcher of 70,000 people. Please don't let him go to Kabul. Thank you. Bye. بسیار تشکر آقای کبیر، ما سپاسگزار هستم. یک دو دقیقه زنگ نزنین، یکی دو سه نقطه را میخواییم بگویم. یکی که قاسم انام یک برنامه ساز آزاد است در تلویزیون ما، یک دقیقه دو سایزم، و گفتین که برنامهش پانک پیدا کرده، به نظر یک تیاد برنامه خودمان پانک داره، اما برنامه ساز که در اوجه برنامه داره خودش تصمیم میگیره که چی بگویه، قضاوتش چی هسته. یه خوبی است که اگر آقای انام گپای میزنه که برای اتحاد ما قابل قبول نیست، باعث از این میشه که ما بیاییم در اونجا شامل شویم و مسائل به بحث بگیریم. شاید که امور قاسم انام درست گفته باشه، ما نفهمیده باشیم یا ما. و در دیگه قسمت های شما پیام شما را گرفتم و خب وقت نمیمانه، باز اگر وقت پیدا شد گپ میزنیم. بفرمایید دوست عزیزم شفیع عیار هستم، خود معرفی کنین. سلام علیکم آجی روزبه هستم، از مدرسه زحمت میتونم. آقای روزبه خوشحال هستم، بفرمایید. بازم سلام خدا خدمت شما و تمام کارکنانتون تقدیم میکنم. سلام با شما. همین هفته قبل خدمتتون دو سوال کردم، امور جواب نگرفتم. یک سوال ما این بود که برف بود، یعنی اسنو برف بود که برف در قرآن شریف آمده، یکی خوخو. و سوال دوممان در مورد روز معاشر بود که خدمتتان عرض کردم، اگر یک طرف جهان روز باشه و دیگر طرف شب، یعنی یک طرف اگر معاشر میشه در دیگر طرف ما دیده میتونیم نمیتونیم. خواه میده تا جواب بده. خواه بفرمه پیشنهاد دیگر هم خدمتتان دارم صرف که در طول امی آیات خود ما که ما امی دولت داری را مثلا ربانی بود، طالبا بود، دگاه بود، یعنی چی تفاوت یا چی تصاوردهای اونا بهتر نسبت به کرزی و امی اشرف غنی داره که نمیره هم ما بفاییم. تشکر شما. بسیار خوب، بسیار خوب آقای روزبه. اولی که در قسمت برف یکم وقت برم بانین که جواب بتم، تشکر دوست عزیزم، نمیتونم بگیرم کلشه. در قسمت برف نه، در قرآن پاک، در قرآن شریف برف نامده، بخاطر از اینکه این کتاب در یک جای آمده که در اوج برف نبوده. بسیاری چیزایی که در جاهای دیگه دنیا بوده در قرآن او گفته نشده، بخاطر که برای مردمی که اول قرآن آمده مردم مکه و مدینه بوده. حتی در قرآن آیات است که من این کتاب فرستادم، یا این آیات که مردم مکه چی شوند، اسلام بیارن، عبادت خدا بیاموزن، مسلمان شوند، بعدن مدینه شامل شده، بعدن جهانی شده. اینال بسیاری چیزایی را که در دنیا بوده اصلا در قرآن نامده، به طور مثال در کتب دیگه هم نامده. مثلا در کشتی نو گفته شده که از هر ایوان یک جوره در اوج گذاشته شد که یعنی نسلش نجات بتن. اما اگه ایوانات دنیا رو ببینین در هیچ یک کشتی جای نمیشه. منظور از او ایوانات امو ایوانات بوده که در امو منطقه دنیا وجود داشته و وام به احتمال اغلب اهلی بوده، یعنی وحشیش هم گنجانیده نمیشد. بنان برف نامده در وجه. اگر از الاسکا اگر یک کتاب بر مردم در الاسکا میامد، بدون شک باز از او افته و سوزان عربستان درش نمی بود. بهرحال قسمت دوم که گفتین در قسمت روز محشر، یعنی در او وقت مردم نمیفهمید که در مکه که مثلا 12-14 رسته در کابل چند بجه است. بنان ایر اگر در او روز میگذاشت
کس نمیفهمید، اما ای که آیا امروز شاید محشر در اینجا مثلا در امریکا در ساعت 12:00 باشه، در حالی که در اروپا میشه 7 شامشان به طور مثال. سو از این خاطر اگر که از ما پرسان کنین، منطقا ما برای شما میگم که اگر خدا ناکده محشر شوه همزمان در کل جای می باشه، اما اگر در اینجا چاش است آیا در اون جایی که شب است بر ازوام چاش می باشه؟ نه. و اینمی دو سوال شما را من اینجا نوت گرفتم، اگر نوزم کدام چیز مانده باشه. آه، در قسمت از این که حکومت برانودین یا طالبا از این که بهتر بود، نه نبود، دلیل داشت. برای چی؟ در اون زمان بیلیون‌ها دلار هم در افغانستان نامده بود، در اون زمان اساکر چند درجن مملکت هم در افغانستان نبود. یعنی در یک مملکت که امروز بیلیون ها دلار آمده و صدها هزار قشون خارجی وجود داشت، یک حکومت باید 100 بار بهتر از حکومت برانودین می بود. برانودین خو از روزی که آمد پلان سیاسی طالبا در وجود امو شیطان بزرگ ابو لهب مجددی داخل کابل شد و پلان نظامیشان در وجود راکت های گلبدین حکمتیار. بفرمایید دوست عزیزم شفیعیار هستم، خدا معرفی کنین. السلام علیکم. سلام دوست عزیزم. سلام علیکم، خوب هستین سید؟ فضل خدا شما خوب هستین، خدا معرفی کنین. سید من نام دستگیر عبادی و شوریده هم گفته میشه در پارچه هایی که نوشته میکنم. خب شوریده عبادی بگویم تان یا عبادی شوریده؟ دستگیر شوریده عبادی. بسیار خوب. آقای شوریده، به احتمال اغلب شوریده را شما خودتان بعدا انتخاب کردین، حتمی نام است که شما زیاد خوش دارین. آقای شوریده میگم. عبادی فامیلی است. بله آ. بسیار خوب. از اومدی سید که با یک شعر قوخت شما را به یک شعر میگیرم. بسیار خوب. که مناسب همین وقت است. بسیار خوب. 13 سال پیش در جریده وزین کاروان بنشر رسیده. بسیار خوب آقای شوریده. یک سه دقیقه خدمت شما برد میرسانم. آقای شوریده، شما در زندان پلچرخی خو نبودین؟ خب اونجا یک کس دیگه از این حزبیا بوده. خب باعث زندانی. ولی برحال آقای شوریده بفرماین، گوش میکنیم. من خدمت شما شعر خدا قرائت میکنم. بسیار خوب. عنوانش است از جلاوطنی و غربت، خطاب به وطن یا به پیشگاه وطن. بسیار خوب. گفتم که از تو دور غمم کم شود نشد، به وطن خطاب میکنم. کاملا فهمیدم. گفتم که از تو دور غمم کم شود نشد. بله. یا دل گهی ز طرف تو بیغم شود نشد. نشد. دور از نظر شوی که دگر غم کم کنم، آرق دلم ز غصه پیهم شود نشد. باشد که در فرا فراموش من شوی، آسوده چشم به گریه هر دم شود نشد. یک صلح پایدار و خلل ناپذیر و امن در شهر و دی حاکم و محکم شود نشد. آرام مردمان تو اندر فضای صلح، از بیم توپ و تانک و یا پم شود نشد. مردم شوند ز پنجه اندو و غم رها، گم از وطن مصیبت و ماتم شود نشد. آباد شود دوباره به هر جا خرابه ها، باغ و زمین و مزرعه خرم شود نشد. هر قوم و هر قبیله به هر جا که هست مقیم، در راه اعتلای تو با هم شود نشد. آن خاک ما کتاب اتک بیش اجنبیست، آن خاک ما کتاب اتک بیش اجنبیست، قول دگر به خاک وطن دم شود نشد. بله. از خون خلق پاک نشد دست حزب خلق، از خون خلق پاک نشد دست حزب خلق،
گفتم خجل ذکردهش پرچم شود نشد. جلاد خاک فروش بس از دشمنی کند. جلاد خاک فروش بس از دشمنی کند. یعنی که گلبدین دد آدم شود نشد. این قاتل ستمگر بیرحم هرچی زود نابود و نیست در هم و برهم شود نشد. بر قلب پاره پاره شوریده دستگیر، بر قلب پاره پاره شوریده دستگیر، آسودگی خلق تو مرهم شود نشد. با احترام. بسیار شعر زبا آقای شوریده، به نهایت شعر زبا. و واقعا کلگی ما منتظر ازی بودیم که یک صلح محکم و پیگیر و امن. شما با کلمات دیگه گفتین، درست یادم نماد، در شهر و ده 13 سال پیش است. بله ها، 13 سال پیش در جریده وزین کاروان گفتین. بله ها، یک صلح محکم و پیگیر. از اون سال تا این سال این احوال مملکت ما بدتر شده و بهتر نشده. کاملا کاملا. اما قتل و قتال است، اونمو بم است، اونمو مردم های نامرد وطن فروش روی کار است. بسیار تشکر آقای شوریده، لطف کردین و شعر شما بنایت شعر زیبا بود، از دید یک شعر اما بنایت پر مفهوم بود و در این زمان بر امروز ما واقعا صدق میکنه که گفتین یک سال محکم و پیگیر و امن در شهر و ده حاکم و محکم شود نشد. و آمدن گلبدین یک چال و نیرنگ است، زندانی های خود است، زندانی های طالبا را خلاص میکنن، چوکی و پیسه و هر چیزی که بیایه میگیرن. یا شاید هم پاکستان رایش کرده باشه که زیادتر در افغانستان برشان کار کنه، چون رقابت هند و پاکستان آل بیشتر شده. از این خاطر ما فکر میکنم که آل یک نیرنگ دیگر وسیله شده و یک دفتر دیگه است که آقای گلبدین در چی باز میکنه، در کابل. ببخشید، من یکان دفعه فکر میکنم که هفته پیش ما یک اشتباه کرده بودم، تلفن چی مانده بودم. ما ببینیم که اشتباه مانده بودم در 15 دقیقه اخیر چی کردم، تلفن ها را گرفتن نتانستم به خاطر فکر میکردم که چیست، ولی به هر حال نه، حال صحیح است. و آقای حکمتیار امروز که امضا میکردن ورقه را، ما فکر میکنم حداقل فشار مردم و از جمله ما هم در برنامه ایم گفتم که از کجا معلوم که گلبدین نمرده باشه، زنده باشه حداقل، که نشه که یک دفعه اون مرده باشه و اینا که یک آدم مرده امضا کرده باشن. امی باعث شد که اینا در تلفون یا در اسکایپ چهره از او را نشان بتن در وقت امضا کردن. و چیزی که بسیار مضحک بود که تمام اراکین بزرگ حکومت راست و چپ هم اونجا شیشته بودن و سیل میکردن، تنها آقای دوستم وجود نداشت که اونا هم عروسی دخترشان بود، در جوزجان تشریف برده بودن. امیدوارستم که یک وصلت خوب بوده باشه برای دختر آقای دوستم. دیگه کلگی هم اونجا بود و با غیر از این تمام امتیازاتی که یادم گرفت و صراحت در اوجه گفت که باید زندانی های طالبا بدون قید و شرط رها شود، در حالی که نماینده شوروز میگفت که ما اتو نیست که مالکت از حکومت صلح کردیم، خیلی ما بر علیه مخالفین حکومت میجنگیم و کت طالبا درگیر میشیم. نه، ما با طالبا هیچ گونه جنگ نداریم. اما گلبدین امروز آمدن نفرایشان را میگه اعلام کنین، نفرای از وار اعلام کنین، منتها در قسمت ازی که برالای کسایی که برالای آزادی و استقلال وطن ما می جنگه، یا میگه ما به طرف هستیم در اون مسئله. این همه که ما آمدیم که تو حکومت ما جنگ نمی کنیم، اما ای که دیگران چیز می کنم، ما برالای از وان نیستیم و در این زمان که به طرف باشه به طرف هم نیست. حکومت هم میگه که زندانی هایشان ایلا کن و ای تمام ازی دسیسه پشت دسیسه است. آقای اشرف غنی چرا ای را میخواه که امضا کنه؟ پیشتر یکی از دوستا گفتن که مسائل قوم پرستی ویناست، باور کنین از قوم پرستی که در ایجا آقای اشرف غنی فکر میکنه که در یکی از این روزا
یک گروپ شاید در ارگ عمله کنه و مره از بین ببره. بنان ما باید کسای مخالف یکی دیگر را در کابل بیارم که یکیش از سرس جان برالای دیگهش جنگ کنه تا ما در ایجا بمانم. و یک رقم شرایط دیگر رقم معلوم میشه، مثلا حزب جمعیت اینا میخواستن که در جنگ پرتن کته آقای حکمتیار، اما جمعیتی ها در اینجا بسیار یک حرکت هوشیارانه کردن، ات نشان دادن که گویا ما کدام مخالفت نداریم با آمدن گلبودین. یعنی گلبودین آمدنی بود، اگه یا احتجاج هم میکردن میامد. بنان اینا گفتن ما کدام مشکل با آقای حکمتیار نداریم، اگه میایه بیایه. و یه خطر تازه را به وجود آورده، و خطر تازه ایست که احتمال داره که ای باعث نزدیک شدن جمعیت با حکمتیار شوه. اگر این کار صورت بگیره، بازده او صورت آقای اشرف غنی خب بیازو میبازه، ولی بسیاری مردم دیگه هم در اینجا میبازه و این یک حرکت مثبت نمیباشه. شفیع رسم دوست عزیزم بفرماین روی خط است. آقای ایار سلام علیکم. سلام عرض میکنم دوست عزیزم. در مورد همین مسئله که امروز گلبدین حکمتیار در شرطای خود اضافه کرد، بندی های طالب و آزاد کردن، بله، و در اون مجلسی که اینا قرارداد امضا میکرد، برای من تعجب آور بود که من دیدم معلم عطا هم همونجی است. بله عطا. بله. و از طرف دیگه آیا فکر نمی کنین که تمام اینا از یک اخور او میخورن بغیر از اخور پاکستان؟ پاکستان خودش بزوی اگر خورا او میخوره، پاکستان خودش غلام است. بله. اونا فرمودای ارباب خود اجرا میکنن، شاید چون پایای حکومت ای وحدت ملی سوس شده بودی، سر مار دیگه بود که برای ملت افغانستان نشان دادن که به جای خود آرام باشن که یک مار دیگه آمد. و یا رئیس جمهور آینده افغانستان آقای حکمتیار باشه. ما در این مورد شما چی نظر دارید؟ تشکر دوست عزیزم. ما فکر نمی کنم که حکمتیار رئیس جمهور آینده افغانستان باشه، به خاطر سن سالش، به خاطر جنایت قبلیش پاکستان هوشیارتر است. این نفرها را از خط اول دور نگاه میکنه. اگر بیاره از مورای خود کسایی را میاره که چهره های ناشناخته شده باشند و مردم نفهمند. مثل که چی را آورد؟ طالبا را به نام سال آورد. یعنی در اون وقت هرچی که کردن فهمیدن که گلبودین امکان آوردنش نیسته، بدنامیش به اندازه است که نمیتونی بیاریش، اما از نام بد گلبودین برای ترساندن مردم یا استفاده میکنه. در قسمت استادت ها بگویم امی اشرف غنی و عطمر و اینا که تلاش کردن که گلبودین بیارن، یا غیر مستقیم خود انشورنس میکنن، یا میخواین که گلبودین در جنگ پرتند کت حزب جمعیت. به این ترتیب اونا اگر در جنگ افتید، اینا در اینجا آرام میمانند و یک چهره خوبتر هم پیدا میکنند که نسعی کنند که اینا جنگ میکنند. این تعجب آور بود که آقای عطا و بزرگای جمعیت و این از پیش هم گفته بودن. آقای پیمان در یکی از مصاحبه های تلویزیونی گفتی اشرف غنی خو میخواه گلبودین بیاره کت ما در جنگ پرتند، مگر ما بر رضیا میگم که گلبودین کت ما کمتر مشکلات داره نسبت به شما، و این درست هم هسته. یعنی احتمال داره که جمعیتی ها یک حرکت هوشیارانه را کرده باشند که جنگ گلبودین با جمعیت نشه، بلکه رخ گلبودین طرف همی دولت آلوده باشه. اما ای که آیا تمام اینا از یک منبع خاص، دوست ازم روی خط باشن یک دقیقه، اما ای که آیا اینا از یک منبع مشترک آب میخورن؟ اکثر مردم ما، امروز مردم ما یک کچکول دارن، اما کچکول مردم پیسه مندازه از اینمی دنیا. پیسه عسکر ما از کجا میه؟ پیسه جنرال ما از کجا؟ پیسه پلیس ما؟ پیسه امنیت ملی ما؟ چکی که برای صدر، برای چی دادم میشه؟ رئیس جمهور، برای صدر اعظم، برای آقای دوستان، برای آقای محقق، برای از اینا یا از کجا میه؟ از یک جای میه. و غیر مستقیم اینا یک وظیفه دارن که ایره به خاطر بسپارن. اما آیا در بین خود مشکلات ندارن؟ دارن. ما کل ما در بین خود مشکلات داریم، منتها اونمون قوای خارجی اکثر هم اینا را ترجیح میده که در خط اول باشه، به خاطر از اینکه قدرت در پیش از واسه عملا.
قشر نوه که در ایجا برایه در پیش روی و بتانه که مردم ایجا رهنمایی بکنه و رهبری کنه در واقع وجود نداره. از اینمی خاطر است که ما باید کلگی ما تلاش کنیم تا یک قشر از مردم جوان خود، مردم فامیده و دلسوز با وطن خود در اینجا تربیه بکنیم تا که آهسته آهسته اینا یک رهبری سالم به وجود بیارن. اگر آقای عطا دیجا نمی بود، شما فکر میکنین که چی نتیجهش می بود؟ اقا فشاری که سر آقای عطا هست با این کار زیادتر باشیه میکشاندنش که اینه در وقت سال کل آمده بر سال اما شما جنگ میکنین. بفرمایین دوست عزیزم شفیع عیار هستم، خدا معرفی کنین. سلام علیکم شفیع جان، موضوعی بسیار زیاد خوب است. تشکر. من از اینجینی ها شما را زحمت میتونم و خواستیم دو دقیقه در مورد اینمی آمدن گلبودین اگر وقت باشه، اگر موقع بودین ما بتانم. چرا نه؟ اسم شما؟ من از ویرجینیا گپ میزنم، یک افغان هستم. خب بیاین فکر میکنیم نه فکر میکنیم گل محمد، آقای گل محمد بفرماین. یه عزی که شما بگه بفرماین شفیع جان. موضوع بخیرم که تو موضوع بسیار عادی نیست که تنها در یک جمله ما خودت خلاصه کنیم. کاملا امروی جمعیت نفته ایز به گلبودین. گلبودین امیان فعلا در یک نقش سیاسی تبدیل شده، هیچ اصلا کدام حرکتی نداره، کدام تأثیر در داخل جنگ ها نداره. تنها موضوع از ایست که در قسمت آخر آمد پاکستان و موری اختاسی که مولدی از اون هم گرفت میندازه در داخل خود از این در افغانستان آورد که اینجا بتانه علیه هند استفاده کنه. عیار صاحب با موضوع از این که موضوع بسیار زیاد مهم است، اینا چرا در قدم حوان اینا رهایی خود طالبان اینا یک جبهه میسازن در داخل کاملا بدون شک. شما وقتی که صلح میگیدیم به صورت بسیار عادی و صادقانه مردم افغانستان صلح میخواه. امروز جوانای ما به خاطر از اینکه صلح بیاره سر خود میتن، به خاطر که مردم آرام باشه صلح به این مملکت بیاره. این بسیار زیاد ساده، این موضوعات بسیار بین المللی است. از ابتدا وقتی که خود از اینا جنبشا به وجود آمد، یعنی اخوان المسلمین به وجود آمد، خود اینا میخوان تعدادش مونن از کجا اصلا البنا اینا شو پوش نمیگنید که آمد در داخل افغانستان. هدف فقط به مفهوم ازی بود که خود پاکستان این استفاده میکرد و تا به حال هم استفاده میکنه. پاکستان جبهه خدا با آمدن گلبدین بسیار زیاد قوی میسازه. این که مردم بیچاره ما که ما در اونجا بودیم چی عیار صاحب، ما تاریخ زنده مملکت خود هستم. ما در اون ایسه آخره که بودم در سال 2002 برامدیم از افغانستان، تمام چیزها را دید کردیم. حتی از شعار اولی که خود اینمی بنیاد گذار در داخل افغانستان مجیب امی عبیب الرحمن بود، حتی در اونو شعار چون ما چون وقت نداریم پشت از این موضوعات نمیگذیم. یعنی موضوع آمدن گلبدین این فقط خود تقویه کردن جبهه خود آدمی داردستی از اینا کسا پاکستان آورده بود علیه هند است. میخواید کوشش کنه خود پاکستان که رزیم اینجا استفاده و تا اندازه موفق هم میشه. برای که شما اگر متوجه باشین در قدم حوال وقتی که میای خود گلبدین موضوع را تر همه کنه شاید گذاشته که من علیه قوای خارجی داخلی، لیکن وقتی شوی دوم که میای نگنه باید بندی های سیاسی خلاص شوه و در شب دومی که به اصطلاح معایده امروز امضا میشه اونجا حامد کرزی او انسان است که در موری اولی که از اونجا در قد خود پدر شراسی احد کرزی خوب انسان بود و از او گب نمی از خود حامد کرزی میگم وقتی که این موری اساسی جاسوسی پاکستان بود وقتی که آمد در داخل خود افغانستان اینجا او خودشون پایی سست شد را بلاخره در این موره از خود طالباست. کاملا این که برادران میگفتی که میاده آره که همیشه به پیشتر چکر که پروان نداره یک منطقه را بگیده یه کل از این به اصطلاح حسابی شده که در داخل افغانستان میاد. این موضوع بسیار عادی نیست که ما بگویم اگر تو موضوع امریکا را از نگاه استراتژیکی امریکا بگیری که یک مملکت یا موضوع عادی نیست که در اونجا در اون آرامی خود افغانستان را میخواه که تیر شب از طرف که میره او در موضوع خودش را. لیکن اینجا تمام تشنجی که به وجود میاد در داخل خود ایرانی دولت است، ایرانی دولتی که ما اگر یک گپ برزدارم عیار صاحب، ما
کردی و با خدا که در سرک دویدم مرده رو جمع کردیم از روی سرک. خب کم اشکاله و پوشت از دوگه پا ما نمیکردیم. یعنی هدف از این همی جبخه خود قوی میکنه. این همی تنها یک کلمه ما میگم که در اینجا آولا نگه به خود بسیار معقول است که آن خود دولت از مردم نیست که مردم یک توقع داشته باشه از دولت و از این دولت چیز ساختام نمیشه. هر کلمه گل بدین میداره خون از دانش باد میشه. همه قسم گل بدین عبدالله حتی خود اگر تو قابل چی خود هم از شما مسئول وزیر دفاع بود و نگاه در اون دورانه که همه هر بخت این ویدیوها رو ببینه که ما در داخل کابل چی هم زیر راکت نه هر طرف میدویدیم گرمبست دارم میرفت سر ما قید بود دوشنگی رو دیر کردیم این مردم کابل هیچ وقت از دلشان نمیره آن لیکن به خاطر سن چی کنن بیچارا آن هیچ قدرت این چیزی گفتن نمیدونم اونتا گروه بیدین همین کار بکنه یا نمیکنه اما قدر اعتراض کنه که راستی در قتل کابل اما قسمی که دگرا شریک بود ما هم شریک بودم این همه قدر هم که بگوی اقل همی چیره که مفته خون باد خون خوب باد میشه مردم خوب به هیچ وقت نمی بخشن اگر امریکا بخشید خوب یک چیز واضح است محلیس امریکا اگر بگوی پشت از نمون رو نگه یک چهار نفر اینجا آرام شود نیروی دفاعی اینا قوی شود که خود اینا دفاع کنه بودن که ما از جنجال خلاصیم در این نقطه مشخص دیگه به این نسبت آمدن خود رو بیدید فقط از ماجراجویی فقط روی پلان فقط علیه به کار بردن خود انداست که اینجا به کار میبره و بالاخره او آیستا آیستا اگر شما بدین تقویم میشه تو نمیگه که به اسلام نشه چرا هر نقطه ای که بار از این گپ زده میشه شما در جبهه را بگیر مثل که همون زمان ببخشید خواهش میکنم خواهش نه نه نظر شما کاملا حق داره و وقتی که به اسلام فهیم چه قسم آمد چطور شد من یک پیشنهاد برای خودت دارم ببخشی خواهش میکنم پیشنهاد برای دیست که من یک دفعه آدمی کدام چینن بودم اینجا از تلویزیون رو میدیدم کمی بچه ربانی گپ میزد یکی از کجا گپ میزد من هم افهمیدم گپ میزد لیکن خود تاریخ خود اونم فهمید که چه قسم ربانی کشته شد چی دستار بود در اونجا چه قسم جنگ کرد این همون همو بچه هر کسی که بود کگو ما بچه ربانی سم چطور چکار اگر تو یکان وقت اونمو رو بیاری یک مصاحبه کنی خود دلت یکی میاری نمیاری تنها من یک پیشنهاد کردم به قسمت که اگر اشرا بهتر است نگه از عیار جان از خاطره بسیار زیاد ترخ داریم از این مردم به هیچ وجه بخشیدنی نیستن اینا در محکمه بین المللی باید از معرفی شون چون آن فعلا تنها اینمی کلمه را گل بدین بگو یک مردم چون نداره باز بالاخره اینجا جنگ کردن روان کردن یعنی عسکرا در جبه یعنی چی مفهوم داره وقتی که غنی یا عبدالله یا دوستم بیاین طالب آورزه برن طالب اونه بود جای بجا کاملا قدرت خیلی دیگه هنوز جبه خودم قلی کردم کاملا قسمت شما همین که امروز کابل قدر که بمبار شد یه به اصرا قبلای زنجیری از کجا بره میداد این خود هم برامد بسیار تشکر دوست از این نمی برای نمی تو نفرا چرا نمی رو اون میدان اوایی به این ملدی کابل گرفتن به نام کرزای کردن کرزای اخت رئیس جمهور اطول نبود اون مردم انتخاب نکده بود اون یک دست نشانده بود آمد اونم اونجا به اصرا یک چند وقت چکر بلاخره وقتی که تومیش اگر رکم شد آن باید است به امنیتی ملی که ما داریم در سرزمین دیشب کرزای خودش الان اعلام میکنه اگر یک منطقه را طالب بگیره در حالی که ما ببینیم که جوانای ما را قتل میکنه طالب اون میگه یک منطقه را بگیره پروانه داره افغان است خیلی افغان بود بیا چوکی دام اینا که آن امنیتی ملی چرا نمیگیره او را آن بیا ببین در پشت چی استاد شده در اون امسا خود از اون استاد شده هیچ کپی نیست اگر میاله اینا میاله من بگویم تو بگی یک دوکاندار مسکین بگه وقت بردن فامیلش بردی وقت سازمان امنیت هم هست و کلی چیزا در اونجا وجود داره بسیار تشکر دوست عزیزم بسیار زیاد تشکر دوست عزیزم لطف کردین در قسمت احمد شاه مسعود گفتین که ما قار نشم ما قار نمیشم شما کلتان از افغانستان هستین نظر خود دارین ما نظر ما ایست که احمد شاه مسعود در اونمو زمان برای اینمی گل بودین صدا کرد که بیا بیادر جنگ نکو راکت نزن در پاکستان شورای رهبرا شیشته رئیس جمهور تعیین کردن آقای مجدی را امو میایه تام بیا ما میایم کل اگه ما آدم اینجا جنگ نکو کابل تباه میشه این موجود است این تیپزی از امو زمان تا امروز آقای حکمتیار گفت نه و اونمو باعث جنگ شد بنان ما مسعود دهی ملامت نمیه خود میکنی میتونی بفرمایید دوست عزیزم شفیع عیار هستم روی خط هستین آقای شفیع عیار سلام سلام عرض می سلام عرض می خدمت
سلام با شما. اسم شما؟ فکری. آقای فکری خوب هستین انشاءالله، بفرمایین. سلام علیکم، خوب هستین انشاءالله. شکر شکر. آقای شفیع یار، عرض کنم خدمت شما که من همی بیانه گلبنین امروز ما شنیدم در فیسبوک گذاشته بودم و پیام از یادم که اول که یک آدم جنایتکار مثل گلبنین خودش یعنی از انجام جنایت های جنگیش نگران است، از اون خاطر است که در یکی از مواد موافقتنامه همیست که او باید مورد حف و بخشش قرار بگیره. بله. یعنی مورد محاکمه قرار نگیره و از هر گونه رقیب عدلی و قضایی معاف باشه. بله. این خودش میرسانه که او بایی متعقه نست که مرتکب جنایات جنگی شده. بله. و دومی که تیم فاشیست افغان ملیتی ها در داخل عرق به شمور اشرف غنی احمدزی و احمد کرزی این توافقنامه را امضای سپاه حکمتیار آنچنان شاهکار گرفته بودن که فکر میکردی که یعنی یک امپراتور با بله جزایر قدرتش با نمایندههایش نشسته و صحبت میکنه و این مزدورا و تحت امرایش سخنها یک امپراتور را گوش میکنه. پایان جنگ دوم جهانی را جشن گرفته بودن. بله بله، فرموده شما که پایان جنگ جهانی ده. من پیام گلبودین شنیدم و هیچ عنوان این پیام پیام صلح نبود. کاملا در این پیام همو عقده‌های چرکین گذشته و تعصب گرایانه این انسان فاشیست و صراحت دیده میشد، بجز از توهین قوم تاجک خصوصا تاجکا دیگه در پیام از این وجود نداشت. و به نام از این که جنگ افغانستان یک دلیل عمدهش ایست که گروکای تولگای، گروکای تولگای منظورش از اون اقلیت هاست، یعنی از هم از این که اینا اکثریت هستن و غیر از این قوم گلبودین دیگر ها اکثریت هست، دیگر ها اقلیت هستن. این جنگ برازی شد در افغانستان گروکای تولگای و رسیدن به قدرت تلاش کردن. بله. و خواستن که یعنی اقتدار یک چیز یک توفه الهی و آسمانیز بر قوم پشتون یا آمدن و در این آرمان گرفتن قدرت کردن، از او خاطر جنگ ادامه پیدا کرد. بله. و این جنگ و از بین بردن اروک ایتولگری منظوری بازم از تاجکا و خصوصا نفرات تحت فرمان شهید آقا چای مسعود بود. نه، ما فکر نکنم که منظورش تاجکا بوده باشه. اولو که این آدم سر تا سر پیامش، سر تا سر پیامش و جز از تعصب و جز از قومگرایی و جز از نفرت پراگنی هیچ معنا و مفهوم دیگه نداشت و هر گیره یک هشدارگونه آورده بود. بله. گیره برای غیر پشتونه نشان بده که از این بار مثل که فاروق وردک در اظهارات خود گفت با آمدن گلبی دیگه سر و صدای فدرال خواها خاموش میشه، یعنی ما دیگه بدماش میاریم. بله. بدماش شاگرد کرنکار میاریم و این دیگه فدرال خواها را سر جایش میشنن. بله. یعنی من چیزی که دیدم این آدم دیگه هر کی نام وزد درست رونزگار نام وزد دهیچ آموزگار، هر کسی که مثل من که دیدم که این آدم در طول قدر سالا واقعا باید یک چیز میاموخت و یک ذره انسان میشد، مگر من دیدم که انسانیت هنوز از وجود از این آدم فضایل انسانی از بین رفته و این باعث یک شیاد باعث یک خونریز دوباره در صحنه سیاسی افغانستان بر یک شر روان شده نه بر یک خیر. و من لعنت میفرستم از اینجا بر تمام او کسایی که تاویتش تاجک است و پیره بگل کنیم است. دار مرا ببخشن آقای بسیار تشکر آقای فکری. ما فکر میکنم که باز هم این مسئله که تاجک شراکت گلبدین استاد است یا چی، ما فکر نکنم که اول تاجک های زیاد باشه و این مهمترین بخش نیست. میتونه تاجک با گلبدین باشه، هزاره با گلبدین باشه، پشتون با
جمعیت باشه. کلگی ما کلگی میتونیم باشیم. اما می کسایی که در پاکستان بودن و در امی 15 سال برای مردم ما جنگ کردن، این دلیل نداشتن که جنگ کنن. در افغانستان 1 سال شده بود، امی ولوک تولگی قدرت نگرفته بود و ای ولوک تولگی باید در افغانستان برای گرفتن قدرت مساوی برای همه تلاش کنه. کلگی ما بفرمایین. دوست عزیزم شفیع یارستم بفرمایین. بفرمایین دوست عزیزم. و ولی مهمترین گپی است که آقای گلبودین در 15 سال گذشته که تمام قواهای جانی دیجه بود و از امون روز اول اینا اعلان کردن که تمام مردم در حکومت میتانه ایسا بگیره، حتی طالبایی که در بالای بالا نبود، یعنی یک ملا عمر او که از اموج پس میشت دگه کل ازی، اما یا ترجیح دادن بجنگن به چی نام؟ به نام ازی که ما بر علی کافرا و قواه جهانی میجنگیم. آیا مشکل قواه جهانی در افغانستان رفع شده؟ نه، رفع نشده، امو این قواه است. اما چرا امروز گلبودینی را قبول کرده؟ یعنی دست به کفر زده؟ اگه امروز قبول کرده، چرا 15 سال پیش به امی دلیل جنگید و قدر نفر کشته شد؟ و آلیام که آمده به طور مثال حکومت گنده کثیف میتونست بگویه که ما زندانیای شما را اعلان نمیتیم، بیاین که 1 سال یک دوره امتحانی میداشته باشیم، شما بیاین به امی پیمانه که گفتین عمل کنین صادقانه، بعد از 1 سال باز ما زندانی ها را اعلام میتیم. پیش ازی که او بیاید، پیش از هر چیز دیگه، یعنی بعد از امی امضا، باید که اینا زندانی های نتانا گل بودینه بلکه از طالبا را میلا کنن. با اعلام کردن زندانی های طالبا و گل بودین، اینا یک قوه تازه میافن و جنگ ادامه پیدا میکنن. دوست عزیزم شفیع یارستم بفرماین، خدا معرفی کنین. بفرماین. روی خط هستین دوست عزیزم. سلام عرض میکنم دوست عزیزم، بفرماین. آقای شریف فاروق جان بفرماین. آقای فاروق بله بله بله. نمیدونم مالا بستور باور بکنه که نفسیان در قصر سنده کابا بر بستور مثلا بر یک پیمان مرفق مولا با خوندار بس. بدون شک گپ شما درست هست. بله ما فکر نکنم بله گپ شما درست هست دوست عزیزم. اگر دیگه چیز نیست بفرماین. بفرماین. اولی که در روی کار آمد این کاری که افکار مردم را از تقلب به نام خودمتان کاملا نزدتر اجزا کرد که مردم ما او تقلب کاری فکر نکن. بله در حیرات و اونو کارش که مردم را بازی را تبدیل کرد یا برطرف کرد بله. بله بسیار تشکر دوست عزیزم. بله
تشکر دوست عزیز. آقای کرده بله. بله. بسیار تشکر. از تلویزیون که تان گپ میزنم. بسیار تشکر دوست عزیز. آقای کرزی دو روز پیش میگفت که طالبا افغان میتونه جای را بگیره. ما خیلی چی کار هستیم که ما میگیریم. اما امروز در موافقتنامه سال 6 بود. بفرمایید دوست عزیز شفیع عیار هستم. سلام علیکم سر. سلام عرض میکنم دوست عزیز خود معرفی کنین. شکر شکر. منظور پاس صحبت میکنم کوتاه میتونم بهتون بگم که گلبدین حکمتیار نفرای طالب اعلان نمیکنه، نفرای خودشان از با اومده. تقریبا نفرای یکی دیگه هستن اینا. در واقع اگه تو بگوین که نفرای آیسای علاقو یه خوبتر هستن، طالب، گلبدین و هر کسی که در افغانستان در قتل و کشتار بوده و از آیسای دستور میگرفته، اینا به یک جبه تعلق دارن. کسایی که در درون مملکت به دوزی مصروف است و باعث قتل و کشتار میشه، دوزیشان، خیانتشان، اینا جبه دیگه از خائنین هستن. سو یک جبه بیرونی خائنین داریم، یک جبه داخلی خائنین، و در جبه خارجی خائنین اینا نوکرای آیسای هستن. و اگر گلبدین میگه طالب ایلاکو یا طالب میگه گلبدین ایلاکو نفرایشه، عین گپ هستن. اگر منظور شما هم این بوده باشه. بله ها. تشکر دوست عزیزم. واقعا امی حکومت اگر یک خواشه واقعا نیره میخواست که یک توافقنامه صلح باشه، برای گلبدین میتونست بگوید که یک سال نفرای شما را ما اعلان نمی کنیم. بعد از یک سال اگر دیدیم که تمام چیزا خوب پیش میره و تمام مواد صلح احترام کردین، 50% نفرایتان اعلام میتیم. 6 ماه دیگه 50% دیگه شانه. شفیع عیار هستم دوست عزیزم، بفرمایین. سلام محترم عیار، خوب هستین؟ سلام دوست عزیزم، خدا معرفی کنین. خوب هستین سر شما. من رهی بهار هستم از کالیفرنیا شما زحمت میتیم. رهی بهار. بسیار خوب آقای بهار، بفرمایین آقای رهی. سر شما. تشکر. محترم نمی چند پیش شما اگر دمی رابطه و نمی فرموده که یک چند تفصیل خرشته ده نمی کرده دمی رابطه با خاک سفاری یا بیبلای کلکانی و ملا عمر گفت داره بودن. اینا هم یک نفر در جواب از یا نگفت که اینا خواهش کردن که اگر مسئله باشه که هر کسی یک مدت در راست قدرت در افغانستان قرار بگیره و اونا به خاک سفاری. ولی این تفاوت چه نگفت که این ملا عمر هرگز در خاک نبوده تا وقتی که فوت کرد مردار شد در نان و او به اصطلاح جای پاکستانی به سر برد تا هیچ کس نشناختی کی بود، شخصیتش کی بود، از کجا بود، چی میخواد. این یکی از ضعیب رابطه چیز نکرد چی رقم بیخو بسیار متفاوت است از این مثلا. شما چی نظر کنید؟ خب این اما تا که شما گفتین در روی خط از تلویزیون بر شما میگم، اما تا که شما خودتان گفتین از این مسئله که امروز بحث میکنیم بسیار متفاوته. اما آقای کرزی یک نوکر آیسایه و در ضمن آقای کرزی، آقای اشرف غنی، آقای گلبدین، اینا یک چیزی که بتانه مردم در پشت خود استاد کنن ندارن. اولین چیزی که اینا میخواین دامن زدن به مسائل قومی است که تا یک پشتون فکر کنه که والا باید که تزیه استاد شیم، و دومش به چیزی که هیچ ایمان ندارن به او مردم تحریک میکنن و او اسلام است. نه کرزی، نه اشرف غنی و نه گلبدین و نه ملا عمر اینا به اسلام ایمان ندارن. بنانی گپایی که زدن بر علیه آقای کلکانی و اینا ای به خاطر تحرکات قومی بوده. بفرمایید دوست عزیزم شفیع عیارستم. سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، اسم شما؟ عامر هستم از فریمان گپ میزنم. خوشحال شدم آقای عامر. بفرمایید. امی برنامه اسلامی شما را من دایم می دیدم، بسیار گفای خوب می زده. از وقت که ما شنیده بسیار شده، بسیار گفای فامیده.
حالا سر به این وقت دنباله اسلامی گفت نمیدنه، غیر دنباله سیاست ما گفت میدنه، دنباله سیاست ما چیزا نمیفهمیم. همین سوال هم میکردم چو اقوی برنامه اسلامی رو پس شروع میکنه که ما بشینیم ببینیم. برنامه اسلامی ما امیال ادامه داره دوست عزیزم. به طور مثال فکر میکنم سه هفته پیش ما معجزه را تشریح کردم. این معجزه یک چیز مهمترین از در استدلال ملاهای ما. اینا میخواین که پیغمبر بلا تشبیه جای خدا بشانند و میگن که بعد از خدا پیغمبر ما بوده. یعنی بر شما تشریح میکنم، ببخشین که از تلویزیون بشنوین آسان تره. اینا میخواین بگوین که اول خدا دوم پیغمبر ماست. مثلا یا میاین مرا میگن که عالم بزرگ اول خداست بعد از او پیغمبر. خدا تمام دنیا را خلق کرده و ای عالم بزرگ بعد از ای پیغمبر، پیغمبر چی را خلق کرده؟ یک مرچه؟ نه. اینمی یک اشتباه کلانه و به همی ترتیب معجزه را ما همی تشریح کردم. باور کنین در 1400 سال ای یک تشریح نخبه بوده که یک روز بایدی در بحثای بین المللی شامل شوه می برنامه ما. و ما هر چندگاه برنامه اسلامی خود پیش میبرم، منتها شرایط مملکت ما اینقدر داغ شده، اینقدر خراب شده که نمیتونم فراموش کنم. به طور مثال توافقنامه سال با گلبدین، این همی هفته است، هفته پیش بود. این را من نمیتونم که چشم پوشی کنم، به خاطر که در این بسیار مسائل مهم در اینجا نهفته است و ایره ما باید بفهمیم. اما تو مثلا مسئله چهار بهار، مسئله رای ترانزیتی که هندستان از ایران تیر میکنه که بر افغانستان او میتونه بسیار زیاد کمک بکنه، اینی چیزایی است که ما باید گپ بزنم. از این خاطر ولی ادامه داره برنامه اسلامی. بفرمایید دوست عزیزم شفیع عیار هستم. بله شفیع جان، سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ ان شاء الله خدا معرفی کنین. تشکر زنده باشید. ما سلیمان هستم. بسیار خوب آقای سلیمان، خوش میین، بفرماین. ما یک فکر دیدی کلیم داری دوستان میگو ببینی که افغانستان میاره. بله. این تقریبا بعد از نفر خدا میاره مای اتصال که مای 7 میلیون دلار هم میره میدن. بله. این نفر های خدا که نهاره کل از یار مسلم سازد، کل از یار صلاحی نو میگیرد و پس دوباره میکنین که رقم حفیظ الامین ترکی را کشت و دامتون این خیزه چی را میکشه غنیره. بله. فکر میکنم که بازی را کودتا میکنم خودش رئیس جمهور باشه. آه ما چی فکرم؟ بسیار تشکر. ما فکر میکنم دوست عزیزم که آقای گلبدین کودتا احتمالا نمیتونه. امی زمان ما زمان کودتا نیست، اما ای که آیا باعث کشتن از این غنی میشه بسیار جای است که ای کار شد. بفرمایید دوست عزیزم شفیع عیار هستم. تشکر دوست عزیزم، شما خوب هستین ان شاء الله. تشکر. از طریق برنامه شما سلام به همه بینندگان عزیز که برنامه شما را میبینن میشنون. لطف میکنن. در ضمن ردی باید بگویم که اعتبار با آمدن حکمتیار بر ما هیچ کنم تاثیری نداره، به خاطر که ما سر از اصلا هیچ استاب نمی کنیم و ما میخواییم پیرام مایی باشه که مردم ما خوش باشن. از خداوند ما امید داریم و نمیخواییم شما هم روی تازه بشکنانید و مسابق و مختصی سابق برنامه تا نفیش ببرید. خدا میربان است به چراغ ظالم که بسوزه ناکه آخر. اصلا اینا میخواییم که برایات ما بازی کنیم و هیچی نمیتونم. بدون شک حکمتیار خودش پیشترم یک دوست عزیز ما گفت که به یک نش میمانه، به یک نش میمانه، اما بعدن باز نظرشان تغییر دادن که ایتو میشوه تو. اما حکمتیار واقعا به یک نش سیاسی میمانه. از نقطه نظر نظامی گلبدین حکمتیار هیچ گونه زور نداره، تمامش دفترهای آیسای است. اگه آیسای بخواه که غلام آمد از روی کوچه بگیره یک رهبر سیاسی در افغانستان جور کنه میتونه. امی کار چندین بار در افغانستان کرده و گلبدین خودش کدام مانا نداره، تمام قواهای شامل جنگ در افغانستان بود با دستور بادار شایسای. گپ شما درسته؟ بله راست میگه. و باید از این باید گفت که رای که با میرین اکمادیات بیرا با ترکستان خواهد رفت، یعنی رای فلسطین.
ای در مو ترکستان هم نمیره، باور کنین در ترکستان هم نمیره، به جهنم میره. یعنی که غلط ترکستان، یعنی غلط خواه است که یعنی او قدر غلط اگه می بود که به ترکستان میرفت یا از اج انوزام خوب بود، اما به جهنم منتهی میشه ای کار. بسیار خوش شدم دوست عزیزم. ما فکر میکنم که دقایق آخر برنامه ما و ما هیچ باورم نمیه که یک ساعت چقدر تیز تیر میشه. ای زندگی ما نمیفهم در کجا و به چی رقم در نقطه آخر خودخواه رسید. همین زندگی هم عجیبه، نمیفهمی که وقت آخر نفسی که درو رفته بیرو آمده نمیتانه، یا نفسی که بیرو آمده درو کش نمیتانیش. یعنی وقت اینقدر تیز تیر میشه که فکر میکنی که والا با این سرعت که میره دیر نمی پاییم در دنیا. اما خوب است که رویه داشته باشیم، خوب است که از حق خود دفاع کنیم، خوب است که از حق هموطنهای دیگه خود دفاع کنیم، خوب است که مردمای متحرک باشیم، خوشقلب و مهربان و با امیدواری ها زندگی کنیم. و این زندگی که در کدام سخت میشه مهم نیست، اما مهم است که تا امون نفسی که پایین رفته یک انسان هدفمند باشی و استاد باشی، یا امون نفس آخره که پایین رفت بالا آمده پایین نمیتانه بره تا اونمویسه. در نقطه که ختم میشه امیدوارستم که شما یک آدم مهربان، خوب، مبارز و هدفمند باشین. هموطنهای عزیزم، لطفا هموطنهای دیگره بگوین که برنامه های لایف مده کجا می باشه. و فکر میکنم که وقت ما با آخر رسیده، امیدوارستم که اتاق تکنیک متوجه باشه که ما خداحافظی میکنم. خداحافظ شما دوست عزیزم، تا پنجشنبه آینده ساعت 7 شام با وقت کالیفرنیا. و شما جمع تفریق کنین که در کجایی که شما هستین چند بجه می باشه. و خداحافظ شما. وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن در رهت جان نثاری کنم، ز خون خاک تو آب یاری کنم. چه ارزش بود در رهت جان دهم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم. به خاکت ز خون لاله کاری کنم. زنم بوسه بر بیرق و خاک تو، به نازم به شیران بی باک تو. خرامان و غران همه صف شکن، نظر آورن سوی افلاک تو. نظر آورن سوی افلاک تو. وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن در رهت جان نثاری کنم، ز خون خاک تو آب یاری کنم. چه ارزش بود در رهت جان دهم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم. به خاکت ز خون لاله کاری کنم. سپهدار من چون خدا یار تو، دعای شهیدان مدد کار تو. به میدان هراسان شده دشمنت، به نازم به گرمی بازار تو. به نازم به گرمی بازار تو. وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن در رهت جان نثاری کنم، ز خون خاک تو آب یاری کنم. چه ارزش بود در رهت جان دهم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم. به خاکت ز خون لاله
حال کاری کنم، وطن در ره جان نثاری کنم، ز خون خاک تا آب یاری کنم، چه ارزش بود در ره جان دهم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم، وطن عشق من هم وطن جان من، وطن روح من عز و ایمان من، وطن در رهت جان نثاری کنم، ز خون خاک تو آب یاری کنم، چه ارزش بود در رهت جان دهم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم، برخیز که دین خود به شهیدان ادا کنی، برخیز که دین خود به شهیدان ادا کنی، وقت از دگر که نیک و بد از هم جدا کنی، اینان که پرچم نفاق به دست ها گرفته ان، سستی زماست که هل هل برپا گرفته ان، اینان سفیر شیطنت و انتحاری هن، مسئول دود و آتش و خونهای جاری هن، از ما گذشت رحم بر این بچه ها کنید، سرگشته های دامنه کوچه ها کنید، دشمن هراس می کند از این تبار پاک، شیران خفته هن که افتاد روی پاک، گر اتحاد ملت افغان علم شود، شاید رئیس دولت ما با جنم شود، پشتش تو کوه و قرص و دلش گرم می شود، کی پیش چشم رقیبان بشر می شود، درود خدا و ملائکه‌اش به روان پاک و مطهر شهدای گلگون کفن، که در راه میهن از جان شیرین خود گذشتند و ندای آزادگی را لبیک گفتند، زنده باد وطن، زنده باد افغانستان. دشمن دشمن همه ما همه